خانم کنعانی، چهره شهر این روزها با خودداری زنان از به سر کردن حجاب اجباری کاملا متفاوت شده و حکومت هم همونطور که میدونید تاکتیک‌های متفاوتی رو به کار گرفته. شما بگید تشدید خشونت و نادیده گرفتن شعار و خواسته بگذارید زندگی کنیم از سوی حکومت چه تغییری در شکل و شیوه مقاومت مدنی و نافرمانی زنان ایجاد کرده؟ درود بر شما. در یک روز آفتابی و یک طبیعت زیبا به شما درود میفرستم و میریم به فضای اجتماعی ایران، فضایی که این روزا حکومت تعمدن داره سعی میکنه که التهاب اجتماعی و مقاومت مدنی مردم رو به گونه ای تحریک و تشدید کنه. ببینید، این فشارهای مدنی علیه مردم و نادیده گرفتن حقوق بدیهی اونها برای انتخاب پوشششون، اولا ریشه در ذات یک حکومت دیکتاتوری توتالیتر داره که طبیعتاً به خاصیت طبیعتی که داره سعی میکنه که همیشه یک چیز رو به عنوان پرچم یا بیرق انتخاب کنه و در لوای اون خواسته های نامشروع خودش رو از همه مهمتر، برتری خودش رو به این ترتیب به مردم ثابت کنه. در مورد جمهوری اسلامی مسئله حجاب هست و خب مسائل سیاسی ایدئولوژیک دیگه که بخشش به مسائل بین المللی و پلیتیکال منطقه برمیگرده، بخشش در داخل علیه زنان و مردان به این شکل داره اعمال میشه. کاری که این فشارها میکنه طبیعتاً تحریک مردمه، حتی پیوستن آنچه که ما تحت عنوان قشر خاکستری میشناسیم به جنبش‌های مدنیه. اما اینکه دقیقاً چه در پس ذهن حکومت هست میتونه ایده‌های مختلفی رو برای ما تداعی کنه. یکیش اینه که شاید حکومت برنامه‌ای داره برای یک نوع استحاله یا یک نوع خودکشی سیاسی پلیتیکی که به گونه ای اون هسته مرکزی یا هسته به قولی ارزشی فشار بیشتری رو بر حکومت بیاره تا بتونه در انتخابات آینده گروهی که خودشون رو اصلاح طلب یا به قولی میانه رو میدونن بیان این فشارها رو بردارن و مردمی که دیگه از فرط این فشارها و با فهمیدن این آزادی حالا در یک فشار مضاعف هستن به گونه ای احساس آزادی کنن، شاید هم یک نوع خودکشی سیاسی هست. باید ببینیم در واقع زمان چی رو به ما نشون میده.